است. چرا فرزندان مقامات جمهوری اسلامی زندگی در خارج از ایران رو ترجیح میدن؟ آیا تناقضی میان حرفها و عملکرد مسئولین در این زمینه مشاهده نمی کنی؟ بحث مهاجرت و زندگی در خارج از ایران فرزندان مقامات جمهوری اسلامی با خبر مهاجرت پسر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نظام جمهوری اسلامی دوباره بر سر زبون‌ها افتاده. اخیراً هم سقاییان نژاد شهردار قم در واکنش به اینکه چرا شش فرزندش در آمریکا زندگی می‌کنند گفته بود فرزندانم پس از تحصیل در آمریکا برای خدمت به نظام جمهوری اسلامی به کشور باز خواهند گشت. اما حامد یکی از پسرانش اعلام کرد که حرفای پدرش مصرف داخلی داره و او به ایران باز نخواهد گشت. در برنامه امشب از شما میپرسیم چرا فرزندان مقامات جمهوری اسلامی زندگی در خارج از ایران رو ترجیح میدن و آیا شما تناقضی میان حرفها و عملکرد مسئولین در این زمینه مشاهده نمی کنید؟ شماره تلفن همیشگی ما 202-205-26-54 در اختیار شماست تا با ما تماس بگیرید. همینطور شما میتونید شماره تلفن خودتون رو از طریق چت زنده فیسبوک یا ایمیل هم برای ما بفرستید و یکی از ساده ترین راه ها هم ارسال شماره تلفن خودتون به تلگرام صدای آمریکاست به نشونی @sendvoa. ما خودمون بعد از دریافت شماره با شما تماس میگیریم. اسکایپ، فیسبوک و اینستاگرام هم راه های دیگه ارتباط با برنامه روی خطه. من شهرام بهرامی در نیم ساعت پیش رو با این موضوع در خدمت شما خواهم بود. درود بر شما عزیزان بیننده و همراهان همیشگی برنامه روی خط. در همین ابتدا یک چیزی رو توضیح بدم، چون در واقع پیام هایی که شما عزیزان فرستاده بودید زیاد مشاهده می شد و احساس می کنم حالا شاید در تلفن ها هم به نوعی مطرح بشه که یک در واقع پاسخی باشه که به مباحث به قول معروف دیگه بپردازیم. و اونی که می پرسیدن که پس چرا کشورهای غربی مثل آمریکا، کانادا و اروپا اساسا به اینا ویزا میده، یعنی که اینا به این راحتی بتونن سفر کنن برن. ببینید عزیزان، یه چیزی که وجود داره، واقعیتی که وجود داره، این کشورهایی که ما داریم ازش نام میبریم کشورهای قانون هستن، یعنی اساسا تمام ترقی و رشدشون هم به خاطر قانون مداریه و قانون یکی از ویژگی های در واقع یک کشور دموکراتیکه. وقتی که قانون هم وجود داشته باشه به این راحتی نمیتونن هر کاری که میخوان انجام بدن. خب طبق قوانین موجود اگر یک کسی مثلا برای یه دانشگاهی در کانادا، در اروپا اقدام میکنه یا به قول خودشون اپلای میکنه، خب اونها دیگه نمیتونن برن میگن چون مثلا پدر شما یه زمانی مثلا وزیر بوده، رئیس جمهور بوده، فلان بوده، ما به شما اجازه ورود نمیدیم. یعنی قانون به این راحتی بهشون اجازه برخورد شخصی رو به مسائل نمیده و اینها میتونن از این طریق، حالا معمولا هم چون لحاظ مالی در واقع ساپورت میشن و پدرانشون حالا چجوری از در واقع تونستن به سرمایه های هنگفتی برسن و فرزندانشون از لحاظ مالی حمایت میکنن و تمام دانشگاه‌های دنیا هم خیلی راحت میپذیرن کسایی که پول خوب میدن میان میخوان درس بخونن و به بهانه درس خوندن میان در این کشورها و دیگه میشه گفت موندگار میشن، یعنی بعد از تحصیلشون دنبال کار و شغل و اینها میرن و میتونن اقامت بگیرن و در واقع ساکن بشن. بس خیلی نمیشه اون کشورها رو سرزنش کرد که شما چرا به اینا ویزا میدید. ولی اساسا بحث برنامه امشب ما راجع به این تناقضی است که وجود داره. یعنی اون بحثی که 40 ساله در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد غرب ستیزی وجود داشته، در عملکرد حال شخصی خودشون هیچ تأثیری نذاشته. یعنی خودشون به اون شعارهایی که دادن در واقع عمل نمیکنن و خیلی راحت بچه هاشون رو خیلی از مقامات جمهوری اسلامی میفرستن خارج از کشور برای زندگی، حالا به بهانه تحصیل ولی برای زندگی. بریم سراغ تلفن ها. آقای رضا از ایران نفر اول روی خط هستن. آقای رضا درود بر شما، نظر شما رو راجع به موضوع برنامه امشب روی خط میشنویم. سلام
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و تمامی بیننده. متشکرم. آیه بهرامی جناب، آیه بخواهیم این نگاه یک نگاه کلی بندازیم. قبل از انقلاب با اینکه مردم ما یه زندگی ساده‌ای داشتن ولی شکاف طبقاتی نبود و با اینکه میتونستن، یعنی در واقع پاسپورت قبل از انقلاب شما حداقل 70 کشوری که سرشون به تنشون بیارزه دقت میکنید بدون ویزا برید، کسی نمیرد. عمدتاً اگرم کسی میخواد بره برای تحصیل میره، طبقات متوسطه بوده، حتی بعضا زیر متوسطه، و عمدتاً هم شدن نخبه، یعنی کسی بودن که به واقع میخواستن برن دنبال علم. بعد از انقلاب ببین الان شما یه مقدار این رسانه ها زیاد شدن که مادم خیلی های دیگه زمان جنگ خیلی از این فرزندگان همین هایی که شما میدید چون اطلاعات نبود دیگه زمان جنگ، به قول معروف خیلی از اینا هم ببینید که شما بدونید میرفتن و در بهترین تاپ‌ترین کشورهای اروپایی بودن. من نکته‌ای رو هم بهتون بگم، حالا من از تجارب اینو هم از خودم بهتون بگم. من خاطرم هست سال 77 من بورسی یک وزارتخونه خاصی بودم، وارد اون وزارتخونه که شده بودم خب یک اعتقاداتی ما داشتیم، نماینده ولی فرض اونجا که مدعی بود از سال 40 با حضرت امام و اینها بود و یک آدم خیلی خاصی بود و اینها یک سن بالاینده روحانی بود، ما پسرهای اینو دیدیم با یک تیپ خاصی میگفتن اینا میرن فلانجا و فلانجا، ما باورمون نمیشد. یه حدود فکر کنم سال 86-87 باز من در یه جای کار میکردم بغل در واقع مسجد جامع قلعه‌حج، امام جماعت اونجا فوت کرده، یه آدم خیلی معروفه، شاید اگه کسی باشه متوجه بشه من دارم کی رو میگم. یه هواپیمای در تایلند فکرم پوکت مبارا سقوط کرد که دو تا از بچه های این تون کشته که من تو مراسم اونجا اکثر اینا به من تعجب کردم. ببین الان با توجه به شرایط بد اقتصادی که تو کشور ما به وجود اومده و ارزش پول ما اومده، عمده مردم ما دارن برای زندگی بهتر میخواستن از طریق پناهندگی، چون واقعا پولی ندارن بخوام سرمایه گذاری کنم، ولی همینه که شما دارید میگید دارن به بهانه، یعنی بهترین راه رو انتخاب کردن تحصیل، و میدونید تحصیل در کشورهای اروپایی و آمریکایی و کانادایی واقعا گرونه، یعنی شما تا پول و نظری به بقول معروف امکانات ادامه تحصیل رو بتونید میگن. یه نکته هم آقای بهرامی من اینجا لازمه بگم و اون هست که مردم ما زوم کردن رو کانادا، قناعت میکنید زوم کردن رو کانادا، الان کشورهای تاپی هستن معروف هم مثل سوئیس که به راحتی شما نمیتونید شرایط خیلی از اینها تو سوئیس هستن، متاسفانه ذره بین روشون نیست، یعنی شما اگر بخوای اینو انجام بدی که و من اطلاع دارم بعضی از اینا با چه پولای هنگفتی به بهانه تحصیل رفتن تو چه کشورهای تاپی که اصلا توی به قول معروف ویترین نیستن و چه زندگی همچنانی کردن و ملت ما اینجا به قول معروف زیر زجر و زیر مکافات موندن. بله بسیار متشکرم آقای رضا، خیلی خیلی متشکرم از شما. البته این نکته ضروریه که خب بیشتر ما عرض کردیم که بخواد با در واقع توسل به روش تحصیل مهاجرت میکنن، ولی خب روش های دیگه هم هست. به هر حال سرمایه گذاری یکی از روش هایی است که خیلی از کشورهای دنیا استقبال میکنن، به نفع اقتصادشونه. شما یک کسی که سرمایه داره بلندش بره اونجا و اقامت هم بهش بدن و اونجا زندگی بکنه و خیلی این مسائل هست. البته ما هیچ شناخت درستی وجود نداره چون به هر حال حساب‌های بانکی معمولاً حساب‌های محرمانه هستن، ولی شایعات و حرف‌های اینه که در مورد که چندین میلیارد دلار سرمایه آقازاده‌ها و خانم‌زاده‌ها خارج از ایران و از کشور خارج شده وجود داره. حالا اینکه چقدر صحت داره و جزء به جزءش چقدر هست هنوز کسی اطلاع دقیقی نداره. بریم سراغ یک آقای رضای دیگه که از تهران هستن. آقای رضای دوام درود بر شما، صحبت‌های شما رو می‌شنویم راجع به موضوع برنامه امشب. آقای رضا از تهران. آقای رضا صدای من که نمی‌شنوید. خب ظاهراً آقای رضا صداشون شنیده نمیشه. الو آقای رضا. خب قطع شد تلفن. بریم سراغ تماس بعدی که آقای مجید هستن از کرج. درود بر شما آقای مجید، صحبت‌های شما رو راجع به موضوع برنامه امشب می‌شنویم. اساساً شما تناقضی می‌بینید بین رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی و در واقع عملکردشون در زمینه زندگی در داخل ایران یا خارج از ایران؟ روزتون بخیر آقای بهرامی عزیز. متشکرم. من می‌خواستم بگم که ببینید خب وقتی که همه سختی‌ها و بدبختی‌ها و نمی‌دونم جنگ رفتن‌ها و این چیزها مال مردم عادیه، ولی همه خوشگذرونی ها و خوشی ها و سفرهای خارجی برای این بدبخزاده هاست، من به اینا نمیگم آقازاده، من به اینا میگم بدبخزاده. آقا مردم هست،
مردم عادی ما آقا هست، اینا رو باید گفت آقا. خب این تناقضه و حل هم نمیشه، تناقض خیلی بزرگی هم هست بله. و مردم ما واقعا نمیدونم با این تناقض چی کار کنم. ولی خب مهمتر از اینه ما باید نگاه کنیم که تناقض مهمتر از این اینه که خب ببینید کشورهای اروپایی و ایالات متحده بارها حمایت خودشون از مردم ایران اعلام کردن و پشت مردم بودن در برابر اینا، ولی خب هیچ وقت این بدبخت‌زاده‌ها رو دیپورت نکردن. خب اینم تناقضه، اینا با پول ما دارن خوشگذرانی میکنن و آمریکا و اروپا میدونن مثلا اینا کیان، اسمشون چیه، شما حساباشون چیه. خب باید جلو اینا گرفته بشه. آقای مجید من یه توضیح ابتدای برنامه اگه خاطرتون باشه دادم که واقعا قوانین تو این کشورها بسیار سفت و سخته، یعنی حتی رئیس جمهور توی کشورهای در واقع دموکراتیک و غربی، فقط آمریکا رو عرض نمی‌کنم، یک دستوری صادر می‌کنه و اگه یک کوچکترین تناقضی با یک بند قانونی داشته باشه دادگاه دستور رئیس جمهور رو لغو می‌کنه. برای همین این به این راحتی نیست. بعدم اینها اینجا جرمی معمولا مرتکب نمی‌شن که به این راحتی بشه بیرونشون کرد، مگر اینکه حالا یه خطایی بکنن اون موقع میشه، ولی به این صورت تا به حال نتونستن کاری در این زمینه انجام بدن. ادامه صحبتاتون رو می‌شنویم. بله. خب ببینید آیا مردم ایران واقعا ارزش ندارن که اینا قوانین رو برای آزادی مردم ایران، برای زندگی بهتر مردم ایران تغییر بدن؟ یا اینکه اصلا من اینطوری به شما بگم این بدبخت‌زاده ها اصلا صرف این که وابستن به اینا، آیا این خودش جور نیست که اینا رو بخوان دیپورت کنن برگردونن از کشورهای دیگه؟ اصلا چرا مثلا آمریکا برن، برن کشورهای آفریقایی، کشورهای بدبخت؟ خب با پول مردم ایران کجا میخوان برن؟ مردم توقع دارن که قوانین یه جوری درست بشه، حتی مثلا تو دادگاه‌های بین‌المللی یه جوری طراحی کنن اگه کسانی قرار با پول مردم یه کشور دیگه برن خوشگذرونی بکنن، جلوی اینا واقعا گرفته بشه. حالا من موضوعی که امشب شما انتخاب کردین، واقعا تشکر میکنم از شما، واقعا خوش سلیقه این موضوع انتخاب کردید. خیلی متشکرم. ممنونم آقای مجید از لطف شما که اومدید روی خط و نظرتون رو فرمودید. اتفاقا تو صحبتشون هم که اشاره کردن، حالا نکته که وجود داره اتفاقا آمریکا کشوری است که حداقل در یکی دو سال اخیر به شدت در واقع محدود کرده ورود ایرانی ها رو و بالاخص در واقع وابستگان به نظام رو. ممکنه موردی و تک و توک پیدا بشه داخلش، ولی کشورهای دیگه مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل بسیاری از کشورهای اروپای غربی این محدودیت ها رو ندارن و افراد خیلی راحت میتونن هم از طریق تحصیل هم از طریق سرمایه گذاری برن اونجا و اقامت داشته باشن. پیام های نوشتاری بسیار زیادی رو ما دریافت کردیم، من الان توی این فرصت یکی دوتاشون رو میخونم بعد میریم سراغ یک تماس اسکایپی. نوشتن که با درود به شما، مهاجرت و یا اقامت در واقع موقت افراد وابسته به رژیم جمهوری اسلامی و فرزندانشان یک موضوع همیشگی بوده، ولی در دو سه سال اخیر شاهد تشدید این موضوع بودیم، چرا که آنها احساس خطر نمودند و ترجیح می‌دهند پایگاه خانوادگی ثابتی را در کشور مورد نظر برپا نموده و وجوه و دارایی کسب شده از محل غارت ملت و کشور را به آنجا انتقال دهند که در زمان خطر واقعی بتوانند سریع به مکانهای مورد نظرشان فرار کنند. و دوست دیگه نوشتن به نظر من این اصلاح طلبها تو جمهوری اسلامی از همه بدتر هستند، همشون موقع انتخابات که میشه میان تکرار میکنن، یعنی اون اشاره به اون تکرار معروف آقای خاتمی که آقا تکرار میکنم برید در انتخابات شرکت کنین، همشون موقع انتخابات که میشه میان تکرار میکنن و به مردم میگن رأی بدین، ولی بچه‌های خودشونو میفرستن خارج چون میدونن تو جمهوری اسلامی به هیچ جا نمیرسن. احتمالاً یک اشاره‌ای به در واقع فرزند آقای خاتمی، عماد خاتمی کردن که خب اونم اخیراً گفتن از ایران خارج شده. البته که اطلاعات ببخشید موثقی در دست نیست که به کدوم کشور مهاجرت کردن، ولی این رو تقریبا همه میدونن که دختر آقای خاتمی در آمریکا و ایالات متحده سکونت دارن. یک دوست دیگه هم به شوخی نوشتن عماد خاتمی رفته تا کشورهای غربی را که تا خرخره در فساد و فحشا و مادیگرایی فرو رفتن نجات بده و برگرده. بریم سراغ یک تماس اسکایپی که آقای علی از ترکیه نفر اول از طریق اسکایپ روی خط هستند. آقای علی درود بر شما، من صدای شما رو یه کمی با سر و صدا میشنوم، ولی اگر صدای من رو میشنوید با درود به شما صدا من میام. بله بفرمایید. با درود به شما، ببینید من از یه زاویه دیگه نگاه میکنم این موضوع رو. بله اصلا این که ما بگیم که اینا مسئولین با پول پدرشون میرن یا نمیرن یا به عنوان که انسان حق دارن برن یا نه،
این حقو دارن، حقوق مدنی هر کسیه میتونه بره. منتها این آقای حسن عباسی فعال سیاسی اصولگرا یک کلیپی داره، داد میزنه، فریاد میزنه آقایون اصولگرا، آقایون اصلاح طلب، بچه‌هاتون اونجا چیکار میکنن؟ خیلی خوب، اگر این جوونا، این آقازادا، حالا گناه نکردن که این یا آقازادی یا قلم دادن، اگر اینا واقعا برای رفتن اونجا رفتن برای اینکه علم یاد بگیرن یا رفتن دست کن سرمایه گذاری کنن، با سرمایه خودشون برن مشکلی نیست، اما سرمایه ملی کشور ما رو اگر ببرن اونجا ما این مشکل داریم. میگی مال کی رو بردی؟ اگر توریستی میخوام من تفریح کنم میگی مال کی رو بردی؟ ببینید متاسفانه همه اینا، چه اصولگرا، چه به اصطلاح اصلاح طلب، حتی نوه آقای خمینی، همه اینا که اونجا هستن، یک کدوم از این آقایون، از وزیر بگید، رئیس جمهور بگید، تمام اینا رئیس قوه قضاییه، یک کدوم میمن میگه آقا این درسته یا غلطه. آقای قالیباف که دم از به اصطلاح خودش انقلابی بودن میزد و تو سپاه بود و تو همه اینا بود، یک بار نمیان اینا. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه در ایران ما یک رسانه و یک مطبوعات و خبرنگار آزاد نداریم، حق صحبت کردن ندارن. متشکرم. بسیار ممنون آقای علی، خیلی متشکرم از شما. اشاره هم کردن به نوه آقای، نتیجه آقای خمینی در کانادا، یه دختر خانومی که مادر ایشون که میشه نوه آقای خمینی، این پارسال پیرسال یه حرف خیلی عجیبی زده بود که ازش پرسیده بودن که خب شما دخترتون رفته اونجا چرا برنمیگرده، گفت اون از زندگی اونجاش راضیه، زندگی اونجاش و کیفیت نمازش در کانادا بالاتره. یعنی ببینید به هر روشی باید توجیه بشه که این بچه‌ها باید خارج از ایران باشن، اونجا بمونن زندگی کنن. و البته این دختر نتیجه آقای خمینی حالا تا مقطعی که دانشگاه درس می‌خوند و اینا باز حالا یه روسری و یه لباس پوشیده‌ای داشت که اخیراً اصلا ظاهراً حجابش هم برداشته و خیلی راحت دیگه قضیه رو حل و فصل کرده برای خودش. این حجاب هم که گفتم به این نکته هم باید بپردازیم. اغلب مقامات جمهوری اسلامی خیلی سفت و سخت میگن آقا حجاب اجباری است، باید باشد، و یه دختر خانومی اگر روسریش بیفته نیروی انتظامی و خدم و حشم میریزن، اینو کتک میزنن، به قول ما رو میندازن تو ون میبرن. و در توجیه عملشون هم میگن که بی حجابی وقتی باشه جنس مخالف یعنی آقایون تحریک میشن، این بیبندباری در جامعه ایجاد میکنه. خب اون آقایون، آقازاده ها که به قول خودمون میان خارج از کشور، اونجا چی کار میکنن؟ اینجا که دیگه پوشش آزاده، خانم ها رو در خیابون میبینن، مشکلی براشون پیش نمیاد؟ به این نکته های ریز باید دقت کرد. یعنی ممکنه خیلی خورده دم دستی باشه ها، ولی عمق داره اتفاقا که آقا خودتون، اونی که ما میگیم تناقض در رفتار و عمل کرد، در حرف و رفتار، همینه دیگه. یعنی یک عمر شعار بدی که آقا کشورهای غربی فساد، بهمان فلان، مرگ بر فلانجا، مرگ بر بهمانجا، بعد اون وقت بچه‌هاتو بفرستی اونجا زندگی بکنن. چرا؟ چون می‌دونی اونجایی که در واقع مدیریتش رو در دست داری جایی به درد بخوری برای زندگی نیست و نتونستن در واقع اونجا رو جوری درستش کنن که مردم بتونن به آرامش زندگی بکنن. بریم سراغ آقای ابراهیم از تهران که نفر بعد روی خط هستن. آقای ابراهیم درود بر شما، صحبت‌های شما راجع به موضوع برنامه امشب می‌شنویم. سلام، من یه عزیز همه از خدمت شما های بهرامی و خدمت بینندگان صدای امریکا. ببینید اینا اکثریتشون والدینشون با رانت به جایی رسیدن، یعنی خودشون اصلا خود والدینشون الان چه بیراحتی داشتن به این دارو سنکالا بخواهم نمیده بچه هاشون حرف بزنید. شهردار قوم و خانم اتکار، آقای صبحانی که پسر ساشا صبحانی الان اینجا داره تو با پول این ملت داره میچرخه و هم فساد اخلاقی داره هم فساد مالی داره با. این ثروت از کجا آوردن؟ مگه از راه درست می‌رفت اون کارا در راه درست صرف کنن؟ نکته دوم که من می‌خواستم خدمت عرض کنم، من امیدوارم که دولت آمریکا اینها رو دیپورت کنه. و اونجور که شما می‌فرمایید که به خاطر قوانین نمیشه، به نظر من یه قوانین پولشویی را یک مقدار دقیق‌تر کنن تو آمریکا، شامل این آقازاده‌ها هم میشه. اینها اکثرا پول ملت ایران را بردن اونجا و با این قوانین رو اگر یک مقدار تخیرانتر کنند در آمریکا، دولت مستری آمریکا پیگیری کنند، بنظر میشه این آقازاده ها را دیپورت کرد تا برگردن پیش همین والدین عزیزشون تو ایران، همینجا زندگی کنند. اگر این پدر مادرها اینجا جای خوبی کنند، چرا بچه هاشون پیششون نباشند؟ بله، بسیار متشکرم.
به عنوان سفیر گویا بفرستید کسی را، چه آفریقا رو میفرستید بچه‌تون رو اونجا؟ بالاخره نظام اونجا هم نیاز به سفیر گویا داره دیگه. بله، حتی آمریکا نیاز داره سفیر گویا داشته باشه. درسته. بسیار متشکرم آقای ابراهیم، خیلی ممنونم از شما در مورد صحبت هایی که فرمودید. البته یه اشاره آقای برایان هوک، رئیس دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، چندی پیش کرده بود راجع به فرزندان مسئولینی که در آمریکا هستند و گفت بود که ما در حال بررسی در واقع پرونده هاشون هستیم. اینا حالا همون چیزی که به نوعی آقای ابراهیم اشاره کرده ممکنه در داخل اون بررسی ها هم باشه که این پولا، اصلا پولایی که با خودتون برداشتین آوردین اینجا به راحتی و رفاه زندگی میکنین، از کجا اومده؟ اینها به هر حال در واقع بخشی از ماجراست. البته عرض کردم همه که ساکن آمریکا نیستن. آمریکا یکی از کشورهایی که خیلی تو این زمینه حالا حداقلش تصمیم گرفته یه خورده سفت و سخت‌تر بررسی بکنه، ولی خیلی از کشورهای دیگه هستن که واقعا اصلا سراغ این قضیه نمیرن. همونجوری که عرض کردم استرالیا، کانادا، کشورهای اروپایی، شما پول خوب ببری هیچ کاریت هم ندارن، خیلی راحت میتونی اونجا مستقر بشی و زندگی بکنی. بریم یکی پیام دیگه من بخونم. یک دوستی نوشته مسئولین فعلی جمهوری اسلامی، حالا نظر دوستان من کامل میخونم، نظر خودشونه، کارمندان دولت‌های روسیه، انگلیس، فرانسه و ایالات متحده هستند و ایران محل کارشونه، لذا بعضی از این کارمندان با خانواده‌هایشان در کشور محل کارشان زندگی می‌کنند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند خانواده‌هایشان در کشور و وطنشان مثل انگلیس و فرانسه و روسیه بمونند. و اکنون که مأموریت این مسئولین خارجی و به ظاهر ایرانی در ایران تموم شده، به طبع اول خانواده‌هاشون و سپس خودشون از ایران خارج میشن و بعدا به حال من و هموطنانم که در خوابی عمیق هستیم و در خانه و کاشانه ایمان دزدان اجنبی در حال غارت و خیانت هستند. پیام های خیلی زیادی رسیده، حتی واقعا این موضوع من نمیدونم چقدر حساسیت داره برای برخی از دوستان، یعنی بیشتر مردم ظاهرن، که پیام های از سر عصبانیت هم انصافا زیاد داشتیم که از الفاظی در واقع استفاده کرده بودن که خب حالا اینجا قابلیت اینه که اصلا مطرح بشه نیست، ولی نشان از خشم و در واقع یک ناراحتی درونی در دل اون افرادی که این گونه نوشته بودن داره و اونی که باید ببینیم ریشش از کجاست. به هر حال همونجوری که عرض کردم 40 سال شما یک چیزی رو بگی و خودت در درون خانواده خودت یک اتفاق دیگه بیفته، خب معلومه طرف مقابل رو ممکنه ناراحت و عصبانی بکنه. به هر حال ما میدونیم که همیشه گفتن که آقا فلان و بهمان، و چطور، یک سوال هم که مطرح میشه که چطور بچه خودت رو نتونستی قانع بکنی با حرفای خودت، بعد توقع داری مردم جامعه به حرفای شما گوش بدن. بریم سراغ یک تماس اسکایپی دیگه که آقای بهنام هستن از کرج، نفر بعد روی خط اسکایپ ما. آقای بهنام درود بر شما، صحبت‌های شما رو می‌شنویم راجع به موضوع برنامه امشب. وقت بخیر آقای بهرام. متشکرم. من هم تشکر می‌کنم بابت موضوع امشبتون، هم یه نقدی دارم. بفرمایید. یعنی این موضوع خیلی خوبه که به این پرداخته بشه که اگه یه عده‌ای دارن به مردم میگن که آقا اینجا بمونین، چرا خودشون میرن اونجا؟ ولی از اون طرف خب چرا من بعضی موقعا میشنوم که هزاران بچه از این مسئولان توی خارج از کشور هستن، یه اعتراض دارم چرا رسانه ها نمیپردازن اسامی اینا رو منتشر کنن، برن ببینن اینا کجا هستن، چی هستن، بسته چی هستن. یه طوری مثلا خود وی او ای میتونست الان اسامی خیلیشون رو بده که آقا این فرزند و فلان مسئول، بهمان مسئول اینجا هست، داره چیکار میکنه، چیکار نمیکنه. وقتی تو اینترنت سرچ میکنی فقط اسامی چند نفر خیلی محدود از بین این همه چه دارن میگن هست. یه طوری انگار برخلاف اون حرفایی چه زده میشه یه اتحاد نانوشته ای، حتی مثلا آدم به ذهنش بیار بین خود وی او ای و همین مسئولین هست، چه درسته داره تبلیغ میشه ولی اسامی بچه‌هاشون، اسامی پدرشون اینا گفته نمیشه. نه تنها وی او ای بلکه هیچ کدوم از رسانه‌هایی که تو اپوزیسیون هستن ببین بچه‌ها کجا هستن، چی هستن، بچه چی هستن، چند روزه مثلا دارن چیکار میکنن تو خارج از کشور، چه یه حریم امنی دارن، و این انگار هیچ کس مشکلی باهاشون نداره، خیلی هم راحتن. حالا من خدمت شما عرض می‌کنم. اگه بشه من ممنون میشم. ممنونم آقای بهنام، لطف کردید که اومدید و حالا انتقادتون هم مطرح کردید، خیلی متشکرم از شما. واقعا حرف درستی است اگه بشه رفت سراغش، ولی بپذیریم که کار بسیار سختی است. آمریکا کشوری است با 350 میلیون جمعیت و یک گستره بسیار بسیار بزرگ، یعنی چیزی که اصلا در مخیله ما نمی گنجه، چندین برابر ایران
وسعت داره و چندین برابر ایران جمعیت داره و پیدا کردن این آقازاده ها که برخیاشون یا نه برخیاشون خیلی هاشون خیلی بی سر و صدا رفتن. ببینید در مورد آدم های مهم این اتفاق میفته، مثلا میگه آقا دختر آقای لاریجانی رو میفهمن رئیس مجلس کجاست، پسر آقای ظریف نمیدونم، پسر خانم ابتکار، این آدمی سرشناس، ولی پیدا کردن تمام اینها برای یک مجموعه خبری مثل ما یا حتی شبکه‌های دیگه واقعا کار ساده ای نیست، خیلی خیلی کار سختیه. اما حرف شما در نهایت قابل قبوله، شاید بشه یه راههایی پیدا کرد، از ایرانیان مقیم آمریکا خواهش بشه که هر اطلاعاتی دارن بفرستن، این اطلاعات بررسی بشه. بله اینم پیشنهاد خوبیه، بسیارم از شما ممنونم که در این زمینه اومدید صحبت کردید. ولی ما هم به فراخور خود کار خودمون تا به حال بسیار پرداختیم، به همین اسامی که حداقل الان مطرح شد و همه میدونن، یه بخشش هم به هر حال کار ما بوده که اینها رو در واقع علنی کردیم و اعلام کردیم. بریم سراغ تماس بعدی که آقای احمد هستن از تهران. آقای احمد درود بر شما، صحبت شما راجع به موضوع برنامه امشب میشنویم. سلام از کردن خدمت شما. متشکرم، قربان شما. عرض کنم خدمت شما، فقط من یه مقدار حرفای من قطع نکنم، من یه چیزایی میخوام بگم که دیدم ها. بفرم. این شیطان زاده شما که میگه آقازاده آقازاده نشه. آقازاده میشه سرور. اینا بیان شیطان زاده و حرامزاده های خارج نشین، باید هم خارج نشین بشه. چرا؟ چون مردم ایران بی‌تفاوته. اگر مردم بلند بشن از حق خودشون دفاع کنن، شیطان زاده ها با پول خون مردم در اروپا و آمریکا و آلمان و کانادا شنوش نمی کنند. در یک گزارشی دختر روحانی به نام تناز فریدون عکسی از خودش در تلگرام گذاشته بود، نیمه لخ بود. آقای روحانی تناز تو خیلی هم تنازی میشد، پس چرا اون وقت در ایران هر روحه بسیجام یا آزادی حجاب مبارزه قلقم میکنید یا فرزندان حرامی احمد نجا و ظریف را نشان میداد چه شامپاین رو باز میکرد و دختر رو بغل کرده بود و دلارها رو میشمرد و انگشت خودش رو با زبان آن دختر خیس میشد و دوباره دلار میشمرد. در این وقتی بزرگترین اهانت و دهنگتی به ملت ایرانی و خانواده شهدا و مقبول جانبازانه کل ملت ایران اینا دهنکدی شده، چرا مردم نباید بلند شن؟ چرا نمیخواد دنگت رضاشاهی داشته باشن؟ بلند شن بابا، کار خوی کرده بکنن. ممنونم از لطف شما که وقتی دارید. بسیار ممنونم، متشکرم از شما، خیلی ممنونم. اون اشاره هم که حالا تو صحبت‌های آقای احمد بود، ببینید یه سری در واقع کشورهایی بودن همیشه که از لحاظ در واقع ایدئولوژی مخالف مثلا غرب بودن، مثل همون بلوک شوروی سابق، کشورهای اقماریش، کره شمالی، نمیدونم چین، حالا به خصوص اون دورانی که اینها در دوران کمونیستی و دوران اوج ایدئولوژیشون بودن، یا حتی همین الان کره شمالی، اینا دیگه اگر حرفی میزنن همون عمل میکنن. یعنی اگه به غرب فوش میدن دیگه بچه‌هاشون رو نمیفرستن غرب. تمام ناراحتی ملت از اینه که خب اینا که صبح تا شب دارن فوش میدن، چرا پس بچه‌هاشون رو میفرستن؟ بحث سر اینه، چرا عمل کرد با در واقع حرف یکی نیست. یه تماس دیگه میرسیم بگیریم که فکر میکنم آقای رضا از تهران نفر بعد باشن. آقای رضا خیلی مختصر و مفید شما نظرتون راجع به موضوع برنامه امشب بفرمایید. آقای رضا از تهران. آقای رضا اگه صدای من نمیشنوین سریع برم سراغ تماس بعدی که آقای عباس هستن از شیراز. آقای عباس درود بر شما، شما خیلی مختصر مفید بفرمایید نظرتون چیه. سلام، با درود شما. متشکرم. یه چند نکته هست که میخواستم براتون بگم. سریع بفرمایید. یکی که خفقانی که رو خبرنگارا داریم، ما نمیذارم که این خبرنگارا اونجا بیان ببینن چه کسی دسته چه کسی اومده چی کار دارن میکنن چی کار دارن که اگه این خفقان رو خبرنگارا بردارن، خبرنگارا میتونه قشنگ اطلاع رسانی بکنن که چه کسایی اونجا هستن چه کسایی دارن چی کار میکنن. دوم که آقازاده که گفته بیرم اونجا زن نقطه بدیه میبینن، آقازاده اونجا واکسینه میشن، پدر مادرش اونجا واکسینه شون میکنن، اونجا برشون مهم نیست. سوم که اونا یه پایگاه اینجا دارن برای خودشون درست میکنن، چون اینا میدونن اینجا خونه عنکبوته، اینجا هر آن ممکنی از بین برن، هر آن ممکنی اینجا نابود بشن، اونجا دارن پایگاه برای خودشون درست میکنن. این بتونن اونجا سرمایه گذاری بکنن، بچه هاشون اونجا باشه، پاشتیبانشون باشن، یه کاری بتونن اونجا راه بندازن. سوم که آقای ظریف در طول چند سال که ما جنگ داشتیم، آقای ظریف مهمان آمریکا بوده، چندین سال اونجا زندگی میکرده. چطوری میاد ظریف میشه وزیر امور خارجه ما که بخواد از حق ما دفاع بکنه؟ درسته. آقای عباس بسیار ممنون از شما، چون زمان برنامه به پایان رسید، خیلی عذرخواهی میکنم ازتون.
از همه عزیزان بیننده ایم که الان پشت خط هستن، چه در از طریق تلفن، چه از طریق اسکایپ، و از همه عزیزانی که پیام نوشتاری فرستادن فرصت نکردیم بخونیم. و امروز اصلا به دلیل شلوغی برنامه و کثرت پیام ها دیگه اصلا حتی فایل صوتی هم پخش نکردیم. از همه عذرخواهی میکنم، همه عزیزانی که مشارکت داشتن اما نوبت بهشون نرسید. از شما هم بسیار ممنونم که این برنامه رو تماشا کردید. تا فردا شب و موضوعی دیگه، شب و روزتون خوش و بدرود. این صدای آمریکاست.